زخمنا د هیواد محبت په ترګندو وطن آباد وو وطن آباد. سرمایه گذاری که در حدود 50 میلیون دلار آمریکایی صورت گرفته از جناب حاجی ملا صاحب بزرگوار، 10 میلیون دلار پوری پدی که سرمایه گذاری کو چې زمونږ د تولید کسب هم لوړ سی، بیم به داخل کشور رو بده کنیم، زمینی کار، زمینی فعالیت، زمینی بازسازی فعلا در افغانستان وجود داره. د سیمنټو په فابریکه کې سلګون میلیون دلار سرمایه گذاری کیږي. سرمایه ابتدایی ما د اول حقیقتا 5.5 لک دلار آمریکایی بود. پدی ساحه کې موږ څو برخې لرو. یوه برخه دا ده چې دا اولین ستاندرد ترین مارکیټ د دوا لپاره دی. خدا پاک چې زموږ نورو تجارانو وروڼو صنعتکارانو ته ټولو ته توانو توفیق ورکړي چې په دې کې رقابت سره وکړي، یو تر بل مخکې کیږي. هېواد رښتینی بچان قدم اخلي د وطن په آبادۍ کې، د وطن په ښیرازۍ کې. سټیل فابریکا جوړوي، یو بل د رخت جوړوي، بل د سمټ جوړوي، بل د برق جوړوي. سلام به کلکین و سلسله برنامه هایی که در حمایت از تولیدات داخلی افغانستان از این دریچه نشر می شود خوش آمدید. سکتور ذوب آهن در صنعت افغانستان حالا مبدل شده به یک سکتور مطرح و می شود گفت در این زمینه افغانستان به خودکفایی نزدیک شده است. سرمایه‌دارانی که در زمینه ذوب آهن در افغانستان کار می‌کنند، در این اواخر کارهایشان را دارند وسعت می‌بخشند و سرمایه‌های کوچک گذشته خود را حالا دارند بزرگ و بزرگتر ساختند. روز محمد از جمله سرمایه‌داران است در افغانستان که چند سال قبل با سرمایه اندک دست به ساخت یک فابریکه در زمینه تولید سیخ گل به نام خان وزیری استیل زد. از آن زمان تا حال در این فابریکه تقریبا بیشتر از 500 نفر کارگر افغان مصروف کار هستند. تقریبا 2 سال قبل با تغییر نظام در افغانستان، راز محمد از آن جمله سرمایه داران بود که سرمایه خود را از کشور بیرون نکرد. 10 میلیون دلار را اختصاص داده است برای وسعت دادن کارخانه خود تا باشد در کنار بیشتر از 500 کارگر افغان، بیشتر از 1000 نفر کارگر افغان دیگر را مصروف کار بسازد در این کارخانه. مخکې د خان وزیری سیخ جوړول داسې لوکل جوړول، تقریبا دا 40 گریډ داسې جوړول، نو د دولت او خپل خصوصا د رئیس صاحب تشویق لا خنه موږ دې ته وهڅېدلو چې موږ په دې هرڅه کې نورم سرمایه گذاری وکړو، چې د 10 میلیون ډالر پورې په دې کې سرمایه گذاری کوو چې زموږ د تولید کسب هم لوړ سي او زموږ سیخونه به 60 گریډ سیخونه دلته تولیدیږي، لکه څنګه چې موږ تاسې د ازبکستان د یوزیټ د بیک آباد چې کوم سیخ راځي د روسي په نامه، چې زموږ اموطنان په دې باندې هغه د سیاغه د روسي په نامه یادوي، نو په هغه کیفیت به او انشاءالله لاغنه به بهتره تولید کوو. از یک کارخانه تولیدی ذوب آهن و تولید سیخ گل می رویم به یک فابریکه بزرگ تولید کاغذ. یا ریسایکل یا ورته خالوی یا زباله یا خزل، دا معمولا د ټولو ولایتونو موږ ټولو د غوند افغانستان نه او دلته رزی او دینه بیرته موږ کاغذ جوړو. گروپ کمپانی های بهیر در یک مورد تازه تقریبا چیز کم بیش 30 میلیون دلار را در یک کارخانه تولیدی کاغذ سرمایه گذاری کرده است. روی تکنوس و روی سینی از این میفته که اولین مرحله این رو بینیم خمیر است، آب از دگر در اصل این خمیر کاغذ است که میره به مرحله به مرحله آن تا آخر خط با دادی چی درست میکنیم، یعنی امون مواد زایات فلتر شد، خمیر شد، آمد و روی خط تولید افتاد. ماشین های بزرگ و پیشرفته حالا در افغانستان بخش از سرگردانی تجار و سرمایه داران را از سفرهای بیرونی گفته شده کم کرده و اجناس و اشیایی که توسط این ماشین ها حالا تولید می شود تا چند سال قبل بازار واردات آنها از کشورهایی مثل پاکستان، ایران و چین گرم بود. سیرساق سادات کارخانه افغان پرنت را با سرمایه گذاری 5,50,000 دلار امریکایی ساخت و حالا کارهایشان در این کارخانه پیشرفت‌های چشمگیر دارد و سرمایه ابتدایی آنها هم افزایش یافته است. سرمایه ابتدایی ما در اول حقیقتاً 5.5 لک دلار امریکایی بود. الحمدلله بعد از او حال کار رشد کرده، بهتر است، حال زیادتر است. یعنی ما بدون
مبالغه براتون گفتم میتونم که در حدود 60% کارخانجات تولید افغانستان الحمدلله ما زیر پوشش داریم. از کابل می رویم به قندهار. یک تاجر قندهاری 100 میلیون دلار را در قندهار در 100 جریب زمین در یک فابریکه تولید سمنت سرمایه گذاری کرده است. در سمنت و پاپریکا که سلگون میلیون دلار سرمایه گذاری کرده. لجه پنگوانی انگیزه یا ملی احساس و چه در ملی احساس لمخی سخه دلده پا قندهار که در سمنت و پاپریکا در جوڑولو یا تصمیم ونیولسو. از قندهار میریم به هرات. سال گذشته سرمایه‌داران هراتی دست به دست هم دادند تا یک برج بزرگ تجارتی با استانداردهای جهانی به ارزش 45 میلیون دلار بسازند. و تقریبا با تکمیل شدن این پروژه انشاءالله که به هزاران نفر زمین کار و اشتغال برشان ایجاد میشه. مجتمعی که شما شاهد از او هستین و در حال بازدید از او هستین به موقعیت شهر نو بین جاده لیسی میری و جاده بهزاد موقعیت داره و مساحت 8300 متر مربع را احتوا کرده. در این مجتمع بزرگ سهامی که از طرف صرافان ولایت هرات احداث شده بخش های صرافی ها ارائه کنند خدمات پولی، پاساج جوالری یا طلا فروشی و همچنین نماندگی های بانک های خصوصی و سویت های تجارتی در این مجموعه ایجاد شده. خب به هر حال این یک مرکز اقتصادیه که در حوزه جنوب غرب ایجاد شده به نام ضرورت. در پهلوی بخش اقتصادی بخش های رهایشی هم ما داریم که مثلا سونای بسیار مدرن، کلاب ورزشی و همچنین سوپرمارکت یا هایپرمارکت بسیار بزرگ، هتل، رستوران، صندوق امانات و تمام ملحقاتی که در این مجموعه ضرورت بود ایجاد شده. از غرب افغانستان هرات می رویم به سوی شمال افغانستان ولایت بلخ. در ولایت بلخ کار ساخت یک هتل بزرگ 5 ستاره با هزینه هنگفت آغاز شده است و جریان دارد. همش از سیخ وطنی خودمو، تولیدات داخلی خودمو، میسم استیل هم در این پروژه بزرگ استفاده شده. د مزار هوټل ملي پروژه د مزار د مزار شریف د بلخ دروازې موقعیت د بلخ ولایت د مزار شریف شهر په بلخ دروازه کې دی چې تقریبا تر 12 جریبه اضافه تر مزکه ده او د مزکه مخکې تقریبا 9 کاله د دې قدماتو د هوټلداري په دې برخه کې چې د خپل د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت مربوط کړي چې په تیرو شلو کلو کې د ځای د آلمان یا د امریکایانو په لاس کې و، د آلمان د کنسولګری و، نو د ځای دغه بې ګټې پروت و. نو په دا نوي تحول حکومت کې دا ځای و اعلان ته ورکړی و چې دا ځای د داوطلبۍ د لارې زموږ شرکت ګټونکی سو او چارې یې موږ پیل کړې. جناب سرغزای صاحب بزرګوار، په دې ساحه کې تاسو کوم اقتصادي فعالیتونه کوئ؟ په دې ساحه کې موږ څو برخې لرو. یوه برخه دا ده چې دا اولین ستاندردترینه مارکیټ د دوا دپاره دی چې موږ دلته هر دوکان زموږ 50 متره مربع دی، تشناب، اشپزخانه او د هغه په څنګ کې بیا یو ډیپو 50 متره لري. بیا تقریبا موږ شپږ سړې خونې لرو دلته چې هغه د بیولوژیکي دواګانو د ساتلو دپاره دي چې دا دوا یو ډېر مهم شی دی چې نه په ډېر ګرم ځای کې ساتل کېږي او نه هم په یو ډېر یخ ځای کې او رطوبت باید ونه لري. او نور څه؟ نور په څنګ کې دا خو یوه برخه ده، بله برخه د خوراکي شرکتو دپاره دا یو غټه تجارتي ساحه ده چې هغه شرکتو دپاره موږ ځای دلته په نظر کې نیولی دي. او دوه درېیم منزل چې د زیرخانې سره درېیم کېږي دا بیا د مالي خدماتو یا پولي خدماتو دپاره موږ په نظر کې نیولی دي.
از شمال افغانستان برمیگردیم دوباره به مرکز. در تازه ترین مورد یک سرمایه دار افغان از 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خود به هدف تولید خط آهن خبر داده است. سرمایه گذاری که در حدود 50 میلیون دلار آمریکایی صورت گرفته است، جناب آژمولانسای بزرگوار، در این ماسیف گل 8 الی 32 میلی و گریدهای 60 الی 75 تولید میکنیم و فاز سیومی که سنگ تهدابش امروز شما و جناب شیخ صاحب در این روز مبارک سنگ تهداب گذاشتن، در این بخش ما گادر تولید میشه و همچنان خط ریل تولید میکنیم. خواست خداوند باشد تا 6 ماه آینده به خیر فعال میشه. در این دو بخشی که شما امروز عملا مشاهده نمودید، تقریبا بیشتر از 2000 تن هموطنان ما اینجا مشغول کار هستند به شکل مستقیم و بیشتر از 10000 تن هموطنان ما در اینجا مصروف هستند که برای ما مواد خام و مواد پخته ما را در بازار عمل میکنند. و همچنان ما یک تشکری میکنیم از جناب وزیر صاحب محترم صنعت تجارت، امروز قرار بود بیان فکر کنم در کدام مجلس مصروف شدند که ما یک ماه گذشته کنفرانس توسل تجارتی بود در کشور ترکمنستان. ما خوشبختانه با تاجرای دوست ترکمنستان با موافقه رسیدیم، شاید در کمتر از یک ماه قرارداد انتقال 100000 تن سیخ گل را از تولید خود افغانستان و کشور دوست ترکمنستان صادر نماییم. این هم یکی از دستاوردهای انشاءالله ذوب آهن می باشد. حاجی ملا صاحب بزرگوار، وقتم زیق است، ما وقت شما را نمیگیریم، نمازم نزدیک است. ما دو خواست عمده از شما داریم. خواست اولی ما این است که این ظرفیتی که امروز خود به چشم دیدین، ما الحمدلله فابریکی که ما در ایج است، یک فابریکی دیگه ما در پارکای صنعتی است، یک فابریکی ما در ایراد است، ما روزانه تقریبا 2000 تن ظرفیت تولید آماده ساختیم. کلانترین مشکل ما که از حاجی ملا صاحب بزرگوار، ما شمش وارد میکنیم یا بلید از کشورهای همسایه که بسیار پول گزاف از کشور خارج میشه. ما یک پیشنهاد داریم، اگر شما بزرگواری بکنین، همیشه ما را حمایت کردین، بازم حمایت بکنین، اگر یک معدن متوسط کوچک، ما نمیگیم برای ما معدن آجیگه که بتیم، یک معدنی را بتیم که امواس و توان ما باشه تا که خود ما شما افغانا و پای خود استاد نشیم، خود ما که جور نکنیم نمیشه. ما آماده هستیم که تا در 3 سال آینده اگر شما حمایت ما را بکنین، معدن برای ما بتیم، ما انشاءالله و رحمان 100% پروسش داخل افغانستان انجام خواهیم داد. به خاطر از اینکه عملا شما دیدید ما 50% پروسس فعلا ایج انجام است، ماشینالاتش است، 50% دیگه سر معدن میشه. و دومین خواسته که ما داریم تعرفه وارداتی که بالای مواد پخته سیخ گل گادر از کشور همسایه میه، شما بهتر میدانید و هم نفت دارن هم برق دارن هم مواد معدنشان استخراج کرده، نرخ‌های بسیار پایین رسانده مرز ما میده، بسیار رقابت برای ما مشکل است. اگر شما یک بزرگواری بکنید تعرفه سیخ گل و گادر یک بار بازنگری شود فعلا به 30% است، اگر این به 60% برسه ان شاء الله و رحمان ما ازیم کرده پیشرفت خواهیم کرد. اگر ما هم حاله سیخ گل یا گادر به کشورها همسایه صادر بکنیم، تعرفه بالمثل 85% تا 90% بالای ما وضع میشه. دیگه همین خواست ماست. باز ما تشکر میکنیم که در این روز رمضان، در روز مبارک، تمام بزرگا تشریف آوردن، خوش آمدین، خانه تان آباد، خیر بینید، سلام علیکم. اما سرمایه داران افغان برای افزایش سرمایه های خود در این اواخر هم دلایل دارند. ببینید، خوشبختانه امنیت تامین است در افغانستان، تقاضاهای وجود داره و سرمایه گذار ما، صنعتکار ما به خاطر رشد توسعه صنعت، به خاطر منافع ملی، به خاطر اشتغال، امو احساسی که داره به حال وطنشان هست، باید در این سرمایه گذاری بکنه. الحمدلله بازار هم خوب است و سرمایه گذارای ما، سرمایه گذارای کلان صورت گرفته در طی دو سال و هنوز هم سرمایه گذاری های دیگه در انتظار هست. انشاءالله ما شاید تا 6 ماه دیگر شاید افتتاح چندین فابریکه حتی در همین سکتور و چندین سکتور بزرگ صنعتی در افغانستان خواهیم. ملت ها، دولت ها و سکتور خصوصی اینا مکمل یک دیگرند و باید در کنار هم دیگر استاد شوند. دولت، سکتور خصوصی صنعت حمایت بکنند، مردم افغانستان از تولیدات داخلی مصرف بکنند و صنعتکار ما هم بهترین محصول را تولید بکنند.
مقامات در سطح رهبری حکومت افغانستان سرمایه‌گذاری های اخیر را در کشور همچنان بی تأثیر بالای رشد اقتصاد افغانستان نمی دانند. د اسلامی امارت او خصوصی سکتور ترمن د صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ لپاره دوامدارې ناستې ترسره شوي دي. په دغه ناستو کې د نورو پریکړو تر څنګ ټولې اماراتي ادارې مکلفې شوي دي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه په خپلو خریداریو او تدارکاتي پروسو کې د کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم کیفیت یې د بهرنۍ تولیداتو په نسبت له 10 تر 15% ټیټ دي، خو باید خپل کورني تولیداتو ته تر نورو وړاندېوالی وکړو. د دې تر څنګ اسلامي عمارت پر لسګونو قلمه هغو وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده چې په کور دننه تولیدېږي، یعنې هغه تولیدات چې په داخل کې کېږي د بهر چاګه قسم تولیدات راواردېږي. الحمدلله پر هغه باندې موږ خپلو ادارو سره د ګمرکاتو او د مالیې د وزارت د نورو اړوند او زیرت وزارتو سره مو دا هدایت کړی دي چې باید تعرفه پر هغوی باندې لوړه شي چې زموږ د کومو تولیداتو چې په داخل کې تولیدیږي د هغو ارزښت او د هغو رسوخ په خپل ملک کې پیدا شي. همدارنګه د صنعت دودی او پرمختګ لپاره د اسلامي عمارت بل مهم ګام دا و چې تولیدي فابریکو ته برېښنا برابره کړي. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د افغانستان د کورنۍ برېښنا د تولید کچه کمه ده او د خپلې اړتیا وړ برېښنا د ګاونډیو هېوادونو څخه واردوي. د کورنۍ برېښنا د تولید د کچې لوړولو په موخه همدا نن ورځ د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 23 مګاواټه برېښنا د تولید قرارداد له خصوصي سکتور سره لاسلیک شو. ما شواله دې څخه هم په نورو ځایو کې الحمدلله زموږ کارونه روان دي. د برق ضرورت لکه څنګه چې موږ نن وینو د بل هېڅ شي داسې ضرورت موږ نشته لکه د برق، ځکه صنعتکارانو وروڼه ټوله ضرورت ورته لري او بس ماسې مو لږ یو کفایت سره کړی دي، خو هسې غږ نه سره لرو. کنې د برق کموالی شته، وجود شته، نو داسې هر څه ټوله په یوه کال په دوه کالو موږ نشو سره برابرولی، یعنې هر شی لره وایا پاتې خو افغانستان را پاتې تاسې ته معلومیږي. داسې نن ورانی نشته، شر نشته، فساد نشته، ظلم نشته، وحشت نشته، او دلته هېواد رښتینی بچان قدم اخلي د وطن په آبادۍ کې، د وطن په ښیرازۍ کې. نو دا هر یو وړوکی بهیر دا ډیر غټ ده او د افغانانو لپاره یقینا ډیر زیات ارزښت لري. قدرمنو، طبي خبره ده کوم چې د انسان له وجود سره تعلق لري. د طبیبانو وینا ده چې د انسان په بدن کې الله تعالی مدافع قواوې ایښې دي، کوم چې یو خو همه لحظه فعالیت باندې لګیا دي، خو ځینې داسې دي چې د ضرورت په محل باندې را بیداره کیږي او هغه ضرورت درک کړی بیا ورته رسیدګي کوي. همدا وجه ده چې انسان کله زخمی کیږي د وینې ضایعات ورکوي، نو په کم وخت کې هغه وینه بیرته پوره کیږي، بلکې د مخکې په نسبت باندې هم ډېر کرته هغه زخمی لا ښه صحتمن جوړ سوی. هلته هغه ویدې قواوې را بیداره سولې، په فعالیت باندې پیلو کو، نو انسان له صحت نه لا صحتمند جوړ شو په اکثر مواردو کې. افغانستان دې کې شک نشته چې څو لسیزې مسلسل تکولی سوی، ځپل سوی ده، وران سوی ده، لیکن دغه د خوښۍ جای ده چې اوس داسې یو چتر پیدا شو، یو نظام منځ ته راغی کوم چې هغه
د جوړولو په روحیه باندې د همدغه مرام او مطلب ده او د دې حرص او نهایت زیات تکل لري او په افغانانو کې الحمدلله د خوښۍ ځای ده چې دغه احساس ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې ده. نو یو لورین ته د ګډې هماهنګۍ او ښه فکر په نتیجه کې یو ښه ظرفیت رامنځته شوی ده د قدم اخیستلو په دې عرصه کې، او بل لور ته داسې د سالم رقابت یو فضا الحمدلله ایجاد شوې ده. شتل فابریکا جوړوي، یو بل د رخت جوړوي، بل د سمټ جوړوي، بل د برق جوړوي. موږ تاسې باید په ټولو بخشو کې هغه سره همکاري وکړو. دا ولیکو چې خدای راخسته څوک وایي چې ځو که چا دا هر چا دا فکر وکړو خدای ما کا چې زه د وم خو دا نه، نو نه به ته وی نه به زه وم. دلته به هغه څوک وي چې هغه واحد نظر لري، هغه اجتماعي نظر لري، هغه د اسلام د وطن د عنانات د قوم ورسره یغه فکر په سوچ کې وي، نه دا چې د ځان یا د خپل قوم یا د خپل نام یا د خپل دولت په جمع کولو کې وي. موږ تاسې باید هر څه چې کوي هغه د رب سره او د خپل پاک نیت نه، که موږ تاسې نیت پاک وو انشاءالله ټوله نړۍ به انشاءالله زه اطمینان درکوم چې موږ تاسې خپې ته به لویږي، افغانستان به انشاءالله خپل په خپله هر څه موږ بچی کېږي. زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آباد وو، وطن آباد. سرمایه گذاری که در حدود 50 میلیون دلار آمریکایی صورت گرفت از جناب حاجی مولا صاحب بزرگوار، 10 میلیون دلار پوری پدی که سرمایه گذاری کو چې زمونږ د تولید کسب هم لوړ سی، بیم به داخل کشور رو بده کنیم، زمینی کار، زمینی فعالیت، زمینی بازسازی فعلا در افغانستان وجود داره. د سیمنټو په پاپریکا کې سلګون میلیون دلار سرمایه گذاری کیږي. سرمایه ابتدایی ما د اول حقیقتا 5.5 لک دلار آمریکایی بود. پدی ساحه کې موږ څو برخې لرو. یوه برخه دا ده چې دا اولین ستاندرد ترین مارکیټ د دوا لپاره دی. خدای پاک چې زموږ نورو تجارانو وروڼو صنعتکارانو ته ټولو ته توانو توفیق ورکړي چې په دې کې رقابت سره وکړي، یو تر بل مخکې کیږي. هېواد رښتینی بچان قدم اخلي د وطن په آبادۍ کې، د وطن په ښیرازۍ کې. شتل فابریکا جوړوي، یو بل د رخت جوړوي، بل د سمټ جوړوي، بل د برق جوړوي.